من و تو گندم یک خوشه بودیم، من و تو آب یک رودخونه بودیم، و هم بستیم وفای عهد و پیمون، کدوم کافر تو رو کرده باشیم. از ترانه های محلی فارس. دوستان سلام، میخوام مختصری از بومی سرایی در شیراز براتون بگم. بومی سرایی در شیراز، در فارس به طور کلی باید بگم که سابقه بسیار قدیم داره، ولی در زمان حاضر بومی سرایی در فارس با شعر شمس استحقاناتی شروع شد. این شعر اسمش بود خرنامه، که مسائل مردم استحقان رو در این مجموعه نشون داد و خیلی موفق بود و مورد علاقه مردم قرار گرفت. اما در شیراز خودمون اولین نفری که به این کار همت گماشت، زنده‌یاد بیژن سمندر بود که همه میتونیم اون رو پیش قراول شعر بومی شیراز بشناسیم. ایشون به همه کوچه های شعر سر زد، در هر زمینه شعر داره. بعد از اون میرسیم به آقای احد بزرگی که گوشه چشمی به مسائل سیاسی داشت، و به دنبال اون میرسیم به زنده‌یاد یدالله طارمی که مورد بحث این لحظه من هم شخص ایشونه. با یدالله طارمی هم محله بودیم. اصلا از این گذشته دیوار خانه من دیوار به دیوار بود. این رو بگم، در خونه شون یه خونه درخت سیبی بود که بهش خونه شون معروف بود به خونه سیبی ها. من یدالله طارمی رو از زمانی بیشتر شناختم. یدالله 5 سال از من بزرگتر بود و ما همبازی نبودیم. یدالله طارمی رو من از زمان شناختم که شعرهایی میخوندم در روزنامه جهان‌نما. اون موقع یکی دو تا روزنامه در شیراز بودن که شعرهای به اصطلاح فکاهی می‌نوشتن، و من اولین بار یدالله طارمی شاعر در این روزنامه آشنا شدم. خب بماند که بعدها با هم قوم و خویش شدیم، به اصطلاح داماد خانواده ما شد. شعر خاطرات زیادی از استاد دارم، فقط یه دونش اینجا براتون میگم. یه روز زنگ زدم گفتم شاعر چطوری، چگونه ای؟ گفت تو نوبتم. گفتم نوبت چی؟ گفت رفتن. گفتم این که هممون در نوبتیم، هممون یک روزی هست که سراغمون میان و باید از این زمین خاکی پرواز کنیم و به دیار دیگری بریم. شعر طارمی ویژگی‌های خاصی داشت. یکی از ویژگی‌هاش به گمان من سادگی بیانش بود. نکته دوم، به مردم، فرهنگ مردم شیراز فوق العاده آشنا بود، یعنی تو متن جریان بود. از این جهت شعراش خیلی زود به دل می نشست. خب واژگان محلی رو می رفت پیدا می کرد، واژگانی که ترد شده بود. خیلی از واژگان داریم که الان ترد شده، به کار نه، ولی اون رفت زحمت کشید مطابق خب پیش قراول
شعر بسرا بومی در شیراز، زندگیات سمندر، کارش رو با اسلوب شروع کرد. یکی از چیزهای دیگه ویژگی های شعر طارمی که باید بهش اشاره کنم، طارمی شاعر بود. ببینید بعضی ها میشیند شعر میسازند، شعر به گمان من ساختنی نیست. شعر باید زایشی طبیعی داشته باشه، خودش بیاد. طرف بگه من دیشب 3 شعر نوشتم، آخه مگر به این سادگی هم میشه یک شب 3 شعر نوشت؟ در هر حال شعر طارمی ساده، بی‌ریا، مهربان و خوش برخورد هست. یکی دیگه از ویژگی‌های شعر طارمی اینه که در اکثر شعرهاش شعر پایانی یک گره گشایی میکنه، قفل شعر رو باز میکنه و یه نتیجه‌ای به خواننده میده. استاد حسن صفری رو بعضی از شعرهای طارمی آهنگ گذاشت که خیلی مورد توجه قرار گرفت و خیلی از مردم شیراز هستن که این اشعار رو به اصطلاح زیر لب زمزمه میکنن. در هر حال یاد الله طارمی برای ما میمونه و هیچ زمان او رو فراموش نخواهیم.